ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم، به خصوص به دوستان و برادران محترم خودمون در مشاغل گوناگون سیاسی و دولتی و غیر دولتی و اینها تأکید میکنم این مسئله رو، از ادبیات دشمن استفاده نکنید. In fact, it's those hardliners who are most comfortable with the status quo. It's those hardliners chanting death to America who've been most opposed to the deal. They're making common cause with the Republican caucus. میانه رو کسی است که در مقابل اونها تسلیم باشه. در ادبیات سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها تندرو و میانه رو معنیش اینه. تندرو کسی است که پایبند انقلاب، میانه رو کسی است که در مقابل خواسته های اونها تسلیمه. دشمنان انقلاب از روز اول آمدن تعبیر ادبیات تندرو و میانه رو رو مطرح کردن. فلانی تندروز، فلان جریان میانه روه. از همه تندروترم اون روز امام بزرگوار بود از نظر اونها. من نمیخوام دل شما را بشکنم، لیکن شما دل ملت ما را نشکنید، شما دل مسئولین ما را نشکنید، شما تندرو و کندرو درست نکنید، دست و دستگی ایجاد نکنید. این خلاف اسلام است، خلاف دیانت است، خلاف انصاف است، نکنید این کاران را. امروز هم از همه تندروتر به نظر اونها این بنده حقیر هستن. انقلابی رو میگوین تندرو، غیر انقلابی رو میگوین میانه رو. این یک دوگانه بیگانه است. اونها اینها رو در رادیوهاشون، در تبلیغاتشون، در اظهاراتشون تکرار میکنن. ما این رو نباید تکرار بکنیم. انقلابی انقلابی است. الیمین و شمال و مظله و طریق الوسطا هی الجاده. راه میانه یعنی راه مستقیم، راه جاده، راه مستقیم. اما در جاده خب افراد بعضی ها تندتر میرن، بعضی ها کندتر میرن. تند رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست. سابقو الى مغفرت من ربکم، جلوتر برید.